درود بر همیانان ارجمند، شاهین نژاد هستم به همراه دوست گرامی شهرام آریان. سلسله برنامه های دلایل ماندگاری اسلام در ایران رو در حضورتون پی میگیریم. یک پیشگفتار داشتیم و بعد برنامه نخست به شما ارائه شد. این برنامه دوم ما پیش از این پرداخته بودیم در 10-12 نشست به چگونگی و چرایی پیروزی مسلمانان بر ایران ساسانی. دلایل و مستنداتمون رو گفتیم و بعد به پرسش دوم بنیادین رسیدیم که خب باشه، با این چند و چون مسلمان ها بر ایران چیره شدند و رفت بر ما آنچه که رفت، ولی چرا اسلام ماندگار شد و ماندگاری اسلام در ایران چه پیامدهای بزرگی بر روی فرهنگ و اندیشه و جامبینی و اخلاق ایرانیان داشت؟ در دو برنامه پیشین برخی از فاکتورها رو با شما در میون گذاشتیم، ولی به صورت خیلی کلی امروز میکوشیم که وارد در حقیقت فاز یا گامی بشیم که اونجا ما به تک تک تغییرات بزرگ در جامعه ایرانی بپردازیم و هر تغییر رو بگیم که چه تأثیری داشت بر روی ارزش‌های جامعه، بر روی رفتار و طرز فکر جامعه و نهایتاً سرانجام ما رو به کجا رسوند که در حقیقت یک ایرانی دوره اسلامی با یک ایرانی پیش از اسلام، اگر امروز با هم دیگه دستگاهی بود که اینا رو با هم میسنجید، دو تا موجود بسیار بسیار متفاوت در میامد که به مراتب ناهمسویاشون بیشتر از همانندیاشون بوده. تأثیرات بسیار زیاد بوده. آمدن اسلام به ایران تغییر آیین بوده، تغییر زبان چیره بر جامعه ایرانی به ویژه بر بخش دستگاه دیوان سالاری و دستگاه دبیری بوده که اینها همه به هر حال فرهنگ سازان بودن. رده به اصطلاح نخبگان جامعه رو تغییر میده، اون رده بزرگان رو در ایران که یک پیشینه چند هزاره داشته نابود میکنه و به جاش جانشینان به اصطلاح خلیفه، کارگزاران خلیفه و به اصطلاح بزرگان حکومت اسلامی رو چیره میکنه که در ادامهش با ورود ترکان به فلات ایران جریان خیلی شورتر و شدیدتر هم میشه. و خب در کنار اینها ما شمار بالایی از خیزش های ایرانیان داریم، خیزش های دینی، خیزش های ملی و حتی حرکت های بزرگ فرهنگی مثل شعوبیه، مثل معتزله و بعدن به نوعی عرفان ایرانی که حالا در مقاطعی دوچار خودش انحراف شد و به تصوف اسلامی انجامید. در حال میکوشیم توی برنامه های آینده به تک تک اینا بپردازیم. امیدوارم که با شکیبایی و بردباری برنامه رو پیگیر باشید. برنامه ها به خاطر سرشتش اندکی خشکه، ولی به هر حال کار اگه بخواد کار استخواندار باشه یه مقداری باید از شیرینی و لطف برنامه کم بشه، به غنای اندیشه‌ای برنامه افسوده بشه، چون کار جدی است. از همراهیتون در این باره سپاسگزاریم و امیدواریم که همراهی کنید و برنامه ها رو از طریق یوتیوب، تلگرام، فیسبوک و بقیه شبکه‌های اجتماعی تا جایی که میتوانید در اختیار دیگر هم میهنان و هم اندیشان قرار بدید. خب شهرام جان، درود بر شما و رشته سخن رو بهت میسپارم تا ما رو وارد این جستار بسیار بنیادین و مهم بکنی که شوربختانه خیلی خیلی کم بهش توجه شده. امیدوارم که این حرکت آغازین ما با خودش دنباله هایی هم داشته باشه و افراد بیشتری بکوشن که وارد این آنالیز درست حسابی مهمترین رخداد تاریخی عنصر ایرانی بشن. بفرمایید شاهین جان. با درود شاهین جان، با درود به بینندگان گرامی. من اگر یک راست برم سراغ تصویر،
الان تصویر درست دیده میشه؟ پیش بررسی؟ بله. بسیار خب، این یک بازگویی کوتاه از آن چیزی که داشتیم. ما گفتیم که یک زیرساخت نظری، تئوریک، نگرمانی، در حقیقت ما نیاز داریم که بدونیم تو چه ژرفایی این ترانسفورماسیون، این تغییر شکل، این ترادیسی کار کرده که ما رو از یک وضعیت کلی، از یک جنرال کاندیشن نخستین، از یک هستمان نخستین به یک هستمان دیگر برده، و این دو هستمان، این دو تا وضعیت کلی، وضعیت ساختاری چنان با هم ناسازگار بودند که ما سرنوشت قوم ایران ریل به ریل شده و از اون ریلی که پیش از اسلام یک ابرقدرت جهانی رو نمودار می ساخته به یک کشور جهان سوم در آمده. بنابراین توی بررسی ابستراکت براهیخته باید بسیاری چیزها عمیق‌تر، ژرف‌تر، براهیخته‌تر بهش نگاه بشه. این یه خورده ممکن دشوار باشه واسه بیننده، ولی چاره‌ای نیست، باید ذهن با اون اول آماده سازی بشه و سپس پس از اون آماده سازی پیوند پدید بیاد میون اون پیش زمینه‌های براهیخته ابستراکت و اون رویدادهای کانکرت یا نکته نکته رخ داده. ما گفتیم که پیش از این که یه همچین دگرشی رخ بده، یه نگاهی میکنیم به این که اصلا جهان ساختاری چجوری کار ساختار جهان پیرامونی یک قوم، یک جامعه چجوری کار میکنه. ما در اون پدیده های انجامی داریم که برمیان از روح و روان مردم اون قوم. این روح و روان از یک دستگاه جهان نگری، یک دستگاه نگاه کلی به جهان پیروی میکنه که در روان او دستگاه انگیزش هاش رو و دستگاه شیوه پردازشش به انجام کارها رو کنترل میکنه و اونها میفرجامند به پدیده های انجامی. پدیده های انجامی هم البته به خودشون میتونن کار کنن روی این دستگاه های روانشناختی و اون جهان نگری بنیادی رو تغییر بدن با فشاری که از بیرون میارن. مثلا وقتی یه قوم دیگه شکست میخوره، اون قوم یه فضای پدید میاره، فضای نو، و اون فضا توی کار کرده وارون معکوس اون روان رو دگرگون میکنه و اون جهان نگری رو دگرگون میکنه. تو اینها فرو رفته بودیم و بسی گفتیم. یاد آوردیم از اینکه دستگاه انگیزنده و پردازنده رو پیشتر آنالیز کرده بودیم در نشست‌های پیشین و گفتیم که خب حالا میرسیم به اینکه این ترادیسی، این تغییر شکل چجوری گام به گام انجام شد، که دو گام نخستینش مسئله پیروزی رزمی دشمن بود. چون این گفتیم که این جهان نگری که می آورد بس که در ناسازگاری بود با جهان نگری پیشین، بس که دشمن بود با او، بس که ناپذیرفتنی بود در چشم شکست خورده ها، می باید شان جان مثل این که از توی دستگاه خودت صدا قطع شده بود. بله درست شد، بفرمایید. بسیار خوب، تا دو سه ثانیه پیش صدا می اومد. بله بله. بسیار خوب، بس که ناپذیرفتنی بود، من حتی واژه کریه رو به کار بردم که بود در حقیقت این ایدئولوژی سپاه پیروز اسلام در چشم ایرانی‌ها شکست خورده، بسیار بسیار کریه بود و این جز با فشار شدید چند جانبه و روزمره و کتک و شکنجه و تحقیر دائمی و ترس نمیتونست پذیرانده بشه. به مهتران که اصلا اونا میبایست که کشته بشن، چون مهتر کتاب خوانده، فرهنگ کشور خودش رو ژرف میشناسه، یا بگیم کشورم ربط نداره، اون فرهنگ پیشین خودش رو که بهش ایمان داره ژرف میشناسه و اون فرهنگ نوعی رو هم که داره میاد میتونه تشخیص بده و خیلی ژرف میتونه تشخیص بده که میخوادش یا نمیخوادش. و مهتران ایران که از اون فرهنگ سازنده و کارآمد زرتشتی یا ایران شهری برخوردار بودن که خودش میدونست که من در جهان پیشرفت رو میخوام، پیشرفت سازندگی رو میخوام، در حقیقت صنعتی رو میخوام، دانش رو میخوام، زندگی اشرافی و سطح بالا رو میخوام. این وقتی این افراد سطح پایین و آدم کش و آشفت روان و اینا رو میدید و از ایدولوژیشون وقتی میشنوید
میدید که چیز بسیار بسیار بیابانی و بدویه که میگن ما یه فرمان روای داریم در آسمان ها، این فرمان روای دستورایی داده، هر کیم به اون دستور رو گوش نکنه میگیرن و میکشن و شکنجه میکنن. این برای مهتران دانش آموخته و فرهنگ آموخته ایرانی اصلا ناپذیرفتنی بود. بنابراین اینا میبایست که همه کشته بشن توی میدان جنگ، و تازه این راهو باز میکرد که فراتر، گامای فراتری رفته بشه. ما اینجا نام بردیم از اون چیرگی ساختاری بیرونی، استوارسازی اون دستگاه قانونی نوین که از بیرون اون تحکم رو پدید میاره، و به ویژه مسئله‌ای که خیلی مهم بود برای ایرانی‌ها، چون ایرانی‌ها ملت ابرقدرت بودن و این ابرقدرت بودنشون هم از فرهنگ کارآمدشون برآمده بود، مثل فرنگی‌های امروز، آمریکایی‌ها یا اروپا شمالی‌های امروز. شما وقتی بونه قوم عقب مانده و بیابانی اینو شکست می‌دادی با یه ایدئولوژی و دین عقب مانده و بیابانی، این به هیچ وجه نمیتونست بپذیر اون سخنان شما رو، بس که میدید سطحش پایینه و به درد نخوره. بنابراین شما میبایست که روحیش رو کاملا خورد خاک شیر کنی تا اصلا بتونه از موضعی دقیقت توسری خوری و کتک و لغت کم کم بپذیره. اول باید مهترانش رو میکشت. این خیلی مهم بود که ما به اون اشارتی داشتیم، زدایش لایه مهتران روزگار ساسان. اینا باید زدوده میشد، باید کاملا از بین میرفتن که بدنه جامعه به سان یک پیکره یتیم به دست دشمن بیفته و اون دیگه به هر حالتی که میخواد تحکم کنه و اون دستگاه کریه رو برو چیره کنه که اون کم کم به خوردش داده بشه و دگرگون بشه. حالا یک کسی، من با این پرسش در گذر سالها بسیار روبرو بودم که برخی از ایرونیا ببیش، ایرونیای روشن‌اندیش که میدونید روشن‌اندیش ها از گروه چپ ما همیشه بر این باور بودن که ساختار پیش از اسلام خودش بسیار دچار کاستی بوده، برای همینم پس از اسلام این مردم رفتن گرویدن به اون یکی، اینو ول کردن و به اون برهان میارن که مگه میشه اگه یه چیزی بهتر بوده باشه شما اونو رها کنی و به بدترش روی بیاری. این یکی از همین تراژدی های قوم ایرانه که مهترانشون هیچ وقت تاریخ خودشون رو آنالیز نکردن. اینم از عجایب جهانه که 100% میسره. شما در یه خانواده بریزید، این خانواده همه اشراف، دانش دیده، سطح بالا، مؤدب، موفق، کامیاب، پدر رو جلوی خانواده سر ببرید، به مادر و دختر بزرگترم تجاوز کنید، اون بچه کوچولوها رو که 7-8 سالشه و شخصیت شکل نگرفته اونو بگیرید با مشت و لگد و مشت و لگد ببرید به کار بردگی و اینا بپردازونیدش، و 3-4 سال که گذشت و ارتباط روحیش دیگه با اون قدیم کاملا گسست و عادت کرد به بردگی خودش و عادت کرد به توسری خودش، و چون کوچیک هم بود هنوز اون شخص شکل نگرفته بود کامل، بعد میبینید که در سن 11 یا 12 سالگی شما از موضع همون بیابونی که نگرفتیم بلا سرش آورده، اون موقع یه خورده‌هایی رو از کنار میز براش میریزید زمین، مثلا میگید بیا من نوکر من بودی الان به نوکری سطح بالاتر تو رو میذارم، دیگه لازم نیست مثلا بری تو مستراح تمیز کنی، مثلا برو مثلا به گاوای خورده آب بده یا برو زمین کار کن، حتی سپاسگزار شما خواهد بود و پیشینه خودش رو کاملا فراموش خواهد کرد و حس نوکری هم بهش دست خواهد داد، با اینکه خودش در حقیقت اشراف زاده بوده، میبینید نوکرمنش میشه. اگه سنش بالا نبود و این کتک ها و این تحقیر ها موقع اثر میکنه و اون ترسی هم که داره، اون صحنه مرگ پدر رو هم دیده، یه آمیزه عجب غریبی از ترس و نیاز به این که میخواد خودش رو تطبیق بده که دیگه همش کتک نخوره و همش مسترا تمیز نکنه، دست کم بره به گاوا آب بده، این مرتبه تو بهش بدن. این اون ایران موالیه که بعدن شکل گرفت. دقیقاً. و خود ایرانیا بعدن کارشون شد خودسانسوری، یعنی گذشته خودشون رو کوبیدن. این بچه بعدن که 20 سالش بشه و اون آدم بیابونیه که اومده اینا رو کرده، بعد از مستراح شویی مثلا بهش میگه گاوا رو آب بده، بعد از گاوا بهش میگه که حالا مثلا برو شهر واسه من یه خورده خرید کن، مرتبتی به این میده و اینو سرنوکر خودش حتی بکنه مثلا بعد از 20 سال یا 15 سال. میبینی این پسره واسه اینکه میخواد با اون سالار نوین همکاری کنه، چون دیگه از اون پدر و خانوادم که دیگه چیزی نمونده، اون یه واقعیتی که دیگه شسته شده رفته دیگه وجود داره، باید با واقعیت نوین زندگی کنه. درست. خودش میبینی میاد داستان درست میکنه که اصلا تقصیر از پدر خود من بود، این پدر من شارم جان. این
رفتار برخی از موالی دیده شده و گزارش شده. یعنی برخی از این موالی که به اصطلاح ایرانی زاده بودند ولی به نوکری و به فلاکت افتادن، هنگامی که بزرگ شدند و حالا برای حال تو دستگاه یه نفر برای خودشون جایگاهی درست کردن، در ایران ستیزی به مراتب از آدمایی مثل حجاج ابن یوسف تندتر رفتن و آسیب بیشتر زدن. و فکر میکنم شهرام جان این بی شخصیت شدن و در حقیقت قمه برداشتن و زدن به پیکر آن چیزی که ازش درآمدی، فقط کرانمند و محدود به این نمونه ما نیست. مثلا دیدیم کسانی که فرض کن بهایی بودن، بعد به خاطر حالا ترس یا وحشتی مسلمان شدن، دشمنان درجه یکی که بهاییت شدن. یا کسانی که مثلا در جهان مسیحیت، مثلا سنت آگوستین یه مانوی بود، وقتی خودش مسیحی شد و به مراتب خیلی بالا تو مسیحیت رسید، شمشیرش رو واسه مانویان از رو بست. فکر میکنم یک تأثیر روانی هم در انسان داره که شاید به گونه‌ای برای خاموش کردن خشمش از شخصیتی که امروز پیدا کرده، بیش از هر انسان دیگری بر اون آبشخور زاد و ولدش یا اون سازمان یا اون زمینه که ازش بیرون اومده حمله میکنه، میخواد نابود کنه، که اینگونه این سقوط خودش رو در حقیقت به نوعی پاک کنه. یه همچین چیزی شما جای دیگه هم دیدی شهرام جان؟ یه مکانیزم شناخته شده است توی پستاندارهای برتر یا تو میمون سانان که انسان هم حالت پیشرفته تر و پیچیده تره همونا هست که وقتی بنزه کافی اون پستاندار رو میزنی میکوبی میزنی میکوبی، بعد از موضع دریوزگی میخواد خودش رو با تو ایدنتیفای بکنه که بیشتر نزنی. بعد حالا در مورد انسان، چون ساختار مغز خیلی پیچیده است، این برای اون شکست خورده مثلا اون استارون بچه 7 ساله یه چیزای یادشه، یه چیزای یادشه که چه خانه و کاشانه خوبی داشتیم، چه زندگی بود، چه احترامی بود، اصلا یه جور دیگه بود تا موقعی که اینا ریختن و کشتن، اصلا چی مش آدم لات و لوت و اینا. ولی چون میبینه اون واقعیت دیگه بخشی از تاریخ بازنگشتنی شده، چون اون افراد دیگه کشته شدن رفتن تموم شد و این مجبوره تو این واقعیت نوین زندگی کنه، نه که خیلی خودآگاه، ولی ناآگاه مغز این کار رو میکنه. میبینه که اگه گذشته ها رو انکار کنه و بکوبه، آسونتر میتونه تو اون موضع نوین با یک انگیزه کننده بره جلو و بگه حق منه که من اینجا همکاری کنم با همین کشندگان نیاکان خودم. پس عیب از خود اونا بود، این پدر من بود که یه اشتباهاتی کرده بود، این دزدا ریختن تو خونش، وگرنه نمیریختن. درسته. ما این مکانیزم رو بسیار خوب پس از انقلاب هم به چشم خودمون دیدیم. وقتی که اون پیروزی سپاه خمینی نسبتاً ساده انجام شد و اون دولت گذشته درست از خودش پدافند نکرد، البته این با دولت ساسانی سازگاری نداره، با چنگ و دندان دفاع کردن، ولی این یکی خود ساده واداد و رفت. با این که همه یادشون بود، اون کسایی که بالای قشر میانه بودن که پیشتر چه زندگی به سامانی بود و پس از سرکار اومدن الله پرستا یعنی سپاه خمینی چه فاجعه‌ای در کشور در گرفت، چون دیگه زورشون به این آدم خورای نوین که آمده بود نمی‌رسیدن و با این واقعیت نو می‌بایست زندگی کنن، خیلیشون واسه تسکین روحشون شروع کردن همه تقصیرها رو هرچه بیشتر سر محمد رضا شاه خالی کردن. این مکانیزمای انسانیه که شناخته شده است و چیز پیچیده‌ای نیست. میگفتم بله تقصیر اون بود، چون این کرده بود، چون اون کرده بود. حالا برخی که میگن گرایش‌های دموکراتیک دارن برمیگردن تا 28 مرداد برمیگردن، نمیدونم تو مشروطه برمیگردن به رضا شاه و میخوان در حقیقت این مطلب رو که چرا آدم خورا تونستن پیروز بشن، به خود اون مطلب دیگه اصلا کاری ندارن، بلکه با کوبیدن خودشون کوشش میکنن تسکین بدن. البته حالا این مال گروهایی که در خارج از کشور زندگی میکنه، این دیگه مال اونایی نیستش که میخواد همکاری کنه در داخل سیستم آدم خورا. ولی اونا که داخل ایران مجبورن زندگی کنن، این حالت حتی شدیدتر خیلی اوقات داشتن یا دارن. حالا به هر حال این اتفاقاتی که پس از انقلاب افتاده ما بونه استعاره ازش به کار میبریم، اینا تو شدت و حدت حمله روزگار اسلام نیست. اون فشار روحی که اون زمان به ایرانیا میومد یه جور شکم بود، بله، قابل سنجش. اون آقای خمینی و آدم کشاش در مقایسه با اونا هر کدوم یه مش فیلسوف سوئیسی بودن. من برای این مطلب اصرار دارم. من برای مطلب بتون
نمیخوام بگم آقای خلخالی اونم فیلسوف سوئیسی بود، ولی بخش بزرگ آدم کشاش اینا فیلسوفای سوئیسی بودن در مقایسه با کارگزاران پیغمبر یا اون کسایی که بعدن به ایران حمله کردن. به هر حال این زدایش لایه مهتران که به بریدن سر اون پدر اون خانواده اشرافی اینجا استعاره آورده شد، همانند گویی شد، این بسیار مهم بود. ملت یتیم سازی شد، مهتران خودش رو از دست داد و بعد از یه مدتی که خبرهای شکست ارتشی تو همه زمینه‌ها اومد و این شکست فرجامین شد، هر گونه امیدم که به بازگشت از بین رفت، این روحیه از درون کاملا شکست چنانچه گفتیم و این روح آماده شد واسه اینکه موالی بشه. من برمیگردم به اون انتقادی که دوستان گروه روشنندیش یا چپ به چپ روشنندیش همیشه میگن که نه مگه میشه آدم از بهتر به بدتر خودش رو تطبیق بده، و من نمونه اون پسر بچه رو آوردم که از یه خانواده دانش دیده و اشرافی، وقتی پدر رو بکشی و خانواده رو نابود کنی، اون بچه رو ببری داخل دزدا بزرگ کنی، خود اون بچه هم دزد میشه. درست. و چطور میشه گفتش که به پایین تطبیق وجود نمیتون داشته باشه؟ بعدم مطلب دیگری که هست اینه که این تصویر کودکانه رو اون همیهنان روشنندیش دارن که وقتی یک کسی یک مرتبت روحی بالایی داشته بوده باشه، اینو نمیشه آوردش پایین، در صورتی که اسلام برای این حتی روش داره. روشش همون روشی بود که عمر پیاده میکرد حتی با سعد وقاص، که میگفت تو حتی حق نداری یه خونه درست حسابی بسازی، چون ما باید همه تو همین حالت لات و لوتی زندگی کنیم و اگه ذره ای از این بیایم بیرون و رو به فرهنگ رو بیاریم، اسلام از بین میره. این اسلامت برای این دستور کار داره که اون شکست خورده که روحی اشرافی و سطح بالا و منش داشته، دلیلی که اونجوری سر میبرن و به بچه‌هاش تجاوز میکنن و اینه که بخوان انقدر خورده خاک شیرش کنن که از نظر انرژتیکی سطحش بیاد پایین و مثل خود این لاتا بشه. شهرام جان، مثل این که این برنامه بعداً هم به کار گرفته شد، فکر میکنم در حمله سلطان محمد فاتح به استانبول، هنگامی که به هر حال آخرین نفسهای امپراتوری بیزانس یا روم شرقی رو گرفتند و به هر حال اون شهر مهم جهان مسیحیت یعنی استانبول یا همون کانستانتینوپل و قسطنطنیه رو تصرف کردند، بعد فکر میکنم به برخی از بزرگان کانستانتینوپل از جهان مسیحیت سلطان محمد فاتح دستور داد تجاوز جنسی بشه، یعنی به مرد یا پسر میانسال یا حتی بزرگسال برخی از سپاهیان ترک تجاوز جنسی کردند که به نشانه استیلا و چیرگی اسلام بر به اصطلاح سرزمین مسیحی ها یه حرکت نمادین جلوه کنه. لازم حتما نیستش که آدم به وزیر یا معاون وزیر این کار رو انجام بده، با اینکه ترک ها این کار رو میکردن، ترک های مصابه این کار رو میکردن، اونا به حمدالله موفق شده بودن که حتی سطح سپاه اسلام رو هم چند مرتبه پایین تر ببرن دیگه به اونا. البته من بازم بر این باورم که اون حمله که در اون آغاز به اسلام شد، به ایران شد، از سوی اون داعشی های اون روزگار، اون به اون حالت به اون حالت فجیح دیگه هیچ وقت باز انجام تو تاریخ اسلام نشد. حتی همین ترکای عثمانی اهل لوات با کودکان اینا هم که بودن، اینا هم باز یه حداقل سطحی یارو داشت. اون مسلمانای روزگار اول که خود پیغمبر دست پرورده بود، اونا به حمدالله اونا یه چیز دیگه بودن، اونا از یه چیز دیگه بودن. در مورد ترکا که گفتی، گزارشش دست کم اومده که امپراتور اسیر شده بود، نه ببخشید، امپراتور در نبرد روی دوران کودکی خوندم اینم آلزایمر گرفته، روی دژ هنگامی که داشت میجنگید با ترکا با 100,000 نفر اومده بودن دیگه، این بازمانده کنستانتینوپل که فقط مونده بود، یه شهر کوچیکی بود، هیچ دیگه از امپراتور روم نمونده بود، به گزار صده ها همه رو ترکا گرفته بودن، یا اون سرمونه گرفته بودن، یه 6,000 نفر جنگجو داشت، ترک هم 100,000 نفر، اینا چند روز جنگیدن، آخر همه بازمانده همون بیزانسی ها کشته شدن. امپراتور هم یکی از آخرین کسایی بود که روی یکی از دیوارهای دفاعی کشته شد. اینی که اشاره میکنی به وزیر بود، به وزیر اعظم یا نخست وزیرشون، اینا در زندان بودن با زن و بچهشون، یعنی دستگیر شده بودن. بعد گزارش اومد که سلطان محمد فاتح گفته فرزند 8 سالشو بیارن که باش لواط کنه، چون اونا معمولا با شکست خورده ها با فرزندشون
خیلی دوست داشتن لواط کنن از این کارا، توشون باب بود تفلیا. مال داستانای دیگه هم داره تو اروپا ازش زیاد مونده. و اونجا میگن که اون وزیر کمسی تو عمرش نشنده بود، مثل که بچه رو خودش خفه کرد بعدم خودش رو حلق آویز کرد. این اینجوری من یادمه. ولی در مورد این که ترکای مسلمان بعدن تو اروپا هم که پیشروی میکردن همین روش ها رو به کار میبردن، ما گزارش های یوهان شتارنهرنبرگ فرماندار نظامی وین رو داریم. مال محاصره دوم کی بود؟ 1683 بود، نه اون آخریش، آره که تو قرن 16 بود. اون دومی هم میگم آلزایمر هم چیز بدیه شاهین جان، تو آدم میگم 20 سال پیش خونه فراموش کردی. درسته، دومی صده 17 بود. آره اگه شما 1683 بود که بود، به هر حال اونجا که با یه سپاه بزرگی ترک‌ها دوباره محاصره کردن، خیلی هم امید داشتن که پیروز میشن. و چی فهمید شاهین جان؟ هیچی، در محاصره وین. بله، محاصره وین. بعد اون موقع کمک آخر از روی لهستانیا و بقیه آلمانیا یه موقع رسید که محاصره شکوندن. بعد که ترکا شکست خوردن، یه 2-3 هزار نفرشون زنده به چنگ اون فرماندار نظامی افتادن. و بعد گزارش اومد که آره، اینا موقعی که شهر رو محاصره کرده بودن، تمام روستاهای دور و بر شهر رو، اینا دیگه گزارش‌های اروپایی است، یعنی مستقل از گزارش‌های ایرانی ها که اون زمان شکست خوردن، چون از ایرانی ها گزارش دیگه نمون چون کشته شدن همه رفتن. درست. ولی مال اروپا گفتن یه کاری که می‌کردن این بود که به روستاها حمله می‌کردن، دختره آلمانی اینا که دور بر بودن، و دختر بچه‌های حتی 7 8 ساله رو انقدر بهشون تجاوز گروهی می‌کردن تا از عفونت رحم یا گسلش رحم می‌مرد بچه. و اون موقع این شتارنهرنبرگ که این ترکا به دستش افتاده بودن، اون زمان هم عصر انکویزیسیون و شکنجه و اینا بود، اینا رو که زیر شکنجه میکشت، فقط ازشون میخواست بدونه که واسه چی شما این کار رو میکنید. من هنوز نفهمیدم ببینید با چیز کار داشت، با قشر شوالیه، چون ترکا هم یه قشر شوالیه داشتن و یه قشر نوکران جنگی داشتن. مال آلمانی هم اینطور بود، یه قشر شوالیه داشتن، اونا که خب ریتر بودن و قشر نوکران جنگی رو بهشون میگفتن لانسکنخت. مال این یکی ها هم قشر شوالیه های ترک بودن، سیپاهی بهشون میگفتن. و حالا اون نوکران جنگیشون رده های گوناگون داشت، پیش دست میذاریم کنار. یه سنتی از نوکران جنگی قدیم همون مملوکا بود قدیما. فقط واسه دوستانی که مثلا تو مدرسه یادشون این، برحال از این سیپاهی هم یه 200-300 تا دست شتارنهرنبرگ افتاده بود. و همین رو البته خب زیر شکنجه کشت. ولی هنگام شکنجه میگفت مترجم، میگفت ازش بپرسید که من نمیفهمم، تو مگه شوالیه نیستی؟ من نشیندم تو عمرم تا حالا یه شوالیه به بچه تجاوز کنه، همچین چیزی من تو عمرم تا حالا از عجایب اسلام، فقط ما تو مسیحیت نمیشناسیم، از این میپرسید اینا. و این سیپاهی های ترک هم میگفت گوش میکردن، با چشای زل زده به من رو میز شکنجه نگاه میکرد و من مترجم میگفت من نمیفهم جون من چی میخواد. یعنی طبیعی ترین امر بود میگفتش که آدم این کارو خب میکنه دیگه، وقتی جایی که میره با بچه اونجا تجاوز میکنه دیگه. براشون حل شده بوده متاسفانه، براشون حل شده بود. این مسلمان همیشه روش کارشون همینجوری بود. ولی حالا ما میریم سراغ ایران شکست خورده. حالا مال اروپا رو بخشیدیم، ایران داره قشنگ چرخ گوشت میشه، داره ترانسفورم میشه. تو اون زمان ها این روحیه شکنی فلان، زدایش لایه فرهنگ شناسان فلان اینا داشت. بعد حالا این شما این مهتران رو کشتی، ملت رو یتیم کردی، کلی کشتی، سر بریدی، تجاوز کردی، خورد خاکشیر کردی، آماده کردی که موالی بشه. ولی خب حالا اینو که میخوای موالی کنی، یعنی روحیش رو شکستی، آدمای باسوادش همه رو کشتی، آدمای ساده دل به دستت اومدن، اینا رو میخوای دگرآموزی کنی. اینا برای اینکه دگرآموزی بشن خب دو تا چیز نیاز دارن. یکی اون دستگاه ایدئولوژی که خفه کننده تو نیاز دارن، که اون خود اسلام و قرآن و اینا که با خود آوردی. بله. یکی هم ولی اون الگوهای نوعی که میبینن، مثلا شما تصور کنید یک کسی زیر دست یه مهتری یا یه شوالیه مثلا ساسانی کار میکرده، از این مثلا درک مثلا از کارهای زندگی داشته. حالا ما هی به جنگیدن میپردازیم، کارهای بقیه زندگی رو ول کردیم، ولی چون استعارامون از اونجا برمیداریم روزگار جنگ. بعد این یهو میبینه که این سردار نوین اسلام اومده و این کارش فقط تجاوز جنسی و سربریدن از اینجور کاراست. خود این اون کهتره رو که مهترش رو کشتن در میدان جنگ و این دسته این مسلمان افتاده، کم کم تطبیق میده به این فرومایگی. درست. این شدیدترین توی همین پستانداران ارشد یا میمونسانان، یکی از قویترین شیوه های آموزش چیزه، learning by model.
یعنی آموختن از راه دیدن الگو. درسته. و این شدیدترین اثر آموزشی رو روی اون کهتر شکست خورده داره نسبت به اون شوالیه‌های ساسانی با اون حالت اشرافیشون و منششون و فلان. مثلا ما نمونه داریم خوشبختانه همه اینا استناد ازش مونده که آدم بگی، حالا بعدا تو نوشته‌های کتبی برای بیننده به تفصیل بگیم اینجا حالت گفتاری و آسان‌ترشه. مثلا در کتاب 19 تا 22 آمیانوس مارسلینوس که جنگای با چی رو توصیف میکرد؟ با شاپور زولکتاف. بله، شاپور دوم. شاپور دوم. آمیانوس مارسلینوس یکی از مهمترین چشمه های تاریخی کتبیه که ما در مورد روزگار ساسانی داریم، بسیار جالبم هست، مال نیمه اول ساسانی ها شاپور زولکتاف. و ایشون یه افسر بود تقریبا ردی سرگرد و سپستر سرهنگ تمام اینا داشت، اگه شما نکنم آخر خدمتش تریبون بود، یعنی سرتیب بود. و یعنی آدم باسواد رومی بود که دقیق نوشته جنگاشونو با ایرانی ها و خیلی چیزا رو میشه تو نوشتهاش استخراج کرد. تو اون کتاب های مربوطه به نبرد با شاپور میگه که میگه بله ما وقتی که حمله ایرانی آغاز شد یه خورده آماده نبودیم، چون تو جبهه‌های غربیمونم تو اروپا مشکل داشتیم، اول عقب نشینی کردیم، از خاور سوریه کشیدیم بیرون. شاپورم اومده بود سر فرصت، چون قبلش یه حساب تصفیه نشده با رومیا داشت سر اینکه رومیا قرارداد شکنی کرده بودن، داستانش درازه، فعلا ولی میکنیم. اون اومد و این یعنی تقصیر از رومیا بود که اومده بود نه از خود شاپور، اومد و دژای اولیه‌ای که گرفت دژای مهمی بودن، فرماندار نظامی شرق ماگیستر میلیتوم پر اورینتم که ما کنم همون زمانم بهش میگفتن، این گریخته بود و یعنی حقیقت این کارگزار لشکری بود و کارگزار کشوری هم که مسئول امور مالیاتی مشرق بود، خاور بود، اونم باش گریخته بود، زن بچهش اونجا مونده بودن. و اینو آمیانوس خب خوشبختانه میگم اینا مونده، برخی تو تاریخ مونده، میگه که اینا وقتی که وارد شدن ایرونیا به دژ، اون نگهبانا رو کشتن، در اومدن تو، وارد شدن و در قدر شکوندن اومدن تو، میگه خلاص ما دیگه نشسته بودیم داشتیم فقط گریه و زاری و دعا و اینا، به ویژه زنا بچه‌ها که تو دژ بودن. و اینا اومدن اون در سالن باز کرده اومدن تو، ما این هیبت های اینا رو دیدیم. خود شاپور زولکتاف هم یه قد 2 متری داشت، یه قیافه هراسناکی داشت، چهرهش پر از زخمای جنگای گوناگون بود که زندهتاشون اومده بود بیرون، ولی با اون کلاه نمیدونم 1 متری که ساسانی ها سرشون میذاشتن و این دوره و یا گاردش، میگه خلاص ما دیگه قش کردیم از ترس. بعد این اومد جلو و اون دید که این خانمه اونجا، خانمه کی بود فرماندار مالیاتی، میگم دوره آلزایمر گرفتم همین 10-15 سال پیش خوندم، کراوزاگیوس بود که اون کم نامش، اون خانمش که به لرزیدن و اینا یه خود قیاهاش میلرزید. بعد این به مترجم گفتش که بپرسید که ایشون چرا اینجوری ناراحته. گفتش که واسه اینکه سنت رومیا اینه که خب وقتی میگیرن همه رو برده میکنن میفروشن دیگه، میدن این خانمه میترسه که دست یکی از اینا بیفته خودش شوهر داره. اونم میگه خندید، اون شاپور جنگید و خندید و بهش گفت که مترجم میگه، برگشت گفتش که خانم اینجا مردان مسلح با هم دیگه میجنگن، شما واسه چی ناراحتی؟ یعنی اصلا تو سنتشون نمیشناختن یه همچین چیزی رو که آدم وقتی کسی شکست نیست زنه بچهش بگیره. درست. این سند تاریخیه، هیچ کاریش نمیشه کرد کاملا. البته بعد تو اتاق بعدی که وارد میشه اونجا هم دوباره یه گروهی بودن از خانومای دوشیزهی که خواننده های آوازهای کلیسایی بودن. بعد گفتن که خب سرنوش اونا چی میشه؟ اون شاپور هم میگه برگشت به مترجم گفت خب به من چی؟ خب بذار آوازشون بخونن. من چی ربطی تمام داستان؟ یعنی اصلا تو سنتشون نمیشناختن که وقتی کسی رو شکست بدی زن بچه‌ش بعدش بهش تجاوز کنی. حتی شرم جان در زمانهایی مثل خود زمان شاپور دوم که الان سخنش بود یا پیشتر از اون زمان شاپور یکم، پیروزی‌ها که به دست اومد فکر کنم چندین بار در تاریخ ساسانی تکرار شد. خیلی وقتا شهرهایی که شکست می‌خورد از رومی ها و می‌افتاد دست ساسانیان، اینها به جایی که بیان زن و بچه رو به بردگی و اسارت ببرن، مرد رو گردن بزنن، اینها رو وادار به کوچ می‌کردن و بزرگتری و معروف‌ترینشون کوچ دادن اینها به شوشتر بود و اصلا بنا کردن اون منطقه توسط خانواده‌های رومی که ماندگار شدن و شهروندان ایرانی شدن. این روش که بگیرین و ببندین و بچه رو نوکر کنین و زن رو بهش تجاوز کنین و مرد رو سر ببرید، اصولا به طور قاعده تو برنامه اینها هیچگاه نبوده. اینا توی گستره آیین پهلوانیشون نمی گنجیدی همچین چیزی کامل. یعنی این کارهایی که مسلمونا هر روز انجام میدن یا میدادن، شما میرفتی به شوالیه ساسانی میگفتی که گوش کن بیا بریم بجنگیم،
واسه اینکه به بچه یارو بعدش تجاوز کنیم، این ممکن بود یکی محکم بزنه زیر گوش شما که یعنی مرتبت شوالیگیشو شما کاهش دادی و یک پیشنهادی آدم فرومایه و ذلیل رو به این کردی. درست. ممکن بود حتی رو شما شمشیر بکشه تقاضای دوئل بکنه. یعنی میگه این همه بهش توهین کردی. اون چیزی که برای اونا یک توهین عبور ناپذیر بود، برای اینا دلیل ثواب و جنگ بود. یعنی برای ثواب بهش نگاه میکردن. اینا از فرومایگی و زلالت در پایین‌ترین حالتش هدف زندگی رو ساخته بودن. خیلی جالبه. برحال ولی وقتی که موفق شدن که اون اشراف رو بکشن با اون حالات پهلوانی و اینا، و این یارو بیچاره زبیر ابن عوام ما میچسبه، این زبیر شد یه الگوی مردم، زبیر روی داردسته و آدم کشای دیگه شدن الگوی مردم. خب این تقصیر ما هم نیست. ببین هم پس از انقلاب جمهوری اسلامی خیلی کوشید تو 4-5 سال نخست که از ابوذر غفاری یک چهره به عنوان رول مدل درست کنه. بعدا من راجع به این آدم میخوندم، دیدم یه آدم واقعا بیابانگرد بسیار بسیار عقب مانده‌ای بوده که از استخوان پای شتر هم یک چیزی مثل چماق دستش بوده. هر کی باش مخالفت میکرده، هر جا نشسته بودن مهم نبوده، با این میزده به سر یارو و یارو ناکار میکرده. بله. یعنی وقتی از همچین کسی تازه توی پایان سده بیستم میخواهن رول مدل بسازن واسه نوجوان ایرانی، مشخصه که در صدر اسلام چه خبر بوده و چه الگوهایی رو میخواستن به خورد مردم شکست خورده بده. خب ببین شاهین جان، ما بیخود نیست که اینجا نشستیم، زمانمون که بیخود نکرده. ببین بندره که نگاه کنید، ما نیاکان من همشون اینها جنگجوهای شیعه بودن از زمان شاه اسماعیل تا انقلاب، چون انقلاب بیگراشون جدا شد، چون اونا در حقیقت اون شاهنشاهی شیعه رو در حقیقت قبول داشتن، نه این انحراف عجیب و غریبی رو که اومده. و اینا کارشون فقط بریدن سر دشمنان تشیع و جنگیدن برای مرزهای این کشور شیعه بود. این نیاکان من همشون نظامی بودن تو این کار. یعنی نمیدونم این سپاه قدس رو دار و دستش رو بگیری زب در ده کنی به علاوه دو کنی، به اندازه یه نصف اون تعصبی که نیاکان من داشتن. اونا باید ینیچری ها می جنگیدن، نباید چهار تا داعشی پاپتی. درست. وقتی تو خاندان خود من یه همچین اتفاقی افتاده که آدم از نو بررسی کرده و دیده این همش انحراف بوده، تمام این 1400 سال انحراف بوده، و این کوششی هم که ما تو ایران کردیم برای تشیع و بعدم نگهداشتش و اینا، اینم بالاخره آخر سر چون برآمده از همون انحراف بوده نمیتونست عاقبت به خیر بشه. ولی یعنی خاندان من یعنی شیعه ترین آدمای این قوم بودن. اینا دیگه وقتی به این شکای ژرف افتادن، یعنی یه مسئله مهمه که باید توی ریشش باید بررسی بشه و حل بشه. کاملا. ایران خب یه شکست خورده، آقا به انحراف رفته دیگه، آدم از انحرافش که دیگه فلسفه درست نمی‌کنه که. دقیقاً. آدم حلش میکنه دیگه. و الان هم عجیبه، کسایی میکنن از این شیعه بعد از انقلاب دفاع میکنن فقط واسه پول و رانت و اینا. از اون جنگجوهای شیعه اساسی همونایی بودن، اون سیستم شاهنشاهی بودن که دقیقا بهش ایمان داشتن. دقیقا. اونا یعنی واقعا همون اصیل به مسئله نگاه میکرد. ولی اونا هم پس از انقلاب مجبور شدن که از آغاز تا پایان تمام داستان دوباره آنالیز کنن و بفهمن واقعا چی شد تو این هزار سال، چی شد. و یه مطلب هم بگم، این کسایی که میگی این رول مدل ها، این حتی بر میگرده تا مثلا پذیرفته ترین مراتب مثلا همین آیین شیعه که ما داشتیم، که از این خب افراد الگو میساخت واسه برانگیختن مردم توی جنگیدن علی عثمانی ها این اون. حتی تا خود چه میدونم علی ابن ابی طالب، امام علی، که دیگه شیعه ها اینو به مرتبتی کشونده بودن که با خود الله پهلو میزنه توی جایگاهش. این از پیامبر که خیلی وقتی گذشته، رقیب خود الله توی روح ایرانی ها. اینا دین شناس های فرنگی حتی آنالیز کردن که حالا این یه بازنمود های از ایران باستانی، از همون امشاسپندا و اینا، حالا داستانش درازه. همین علی ابن ابی طالب، ما حالا کفر نعمت نمی کنیم، خب ما از نامشون استفاده کردیم واسه انگیزه بخشیدن نیروهای جنگیمون از این حرفا. ولی الان دیگه روزش گذشت، الان که آدم دیگه واقعیت رو میدونه، دیگه آدم باید برگرده همه چیز از بنیاد درست کنه. همین ایشون خداوندگار نامردی بوده. مگه با عبدالبود وقتی که میجنگید اینطور نبود که وقتی دید از پس اون پهلوان عرب بر نمیاد، شروع کرد حواسشو پرت کردن به دروغای گفتن که چرا دوستات رو با خودت آوردی؟ اون وقتی نگاه کرد اونور با غمه زد به قوزک پاش. و عبدالبود واسه همین بود بهش توف کرد.
به خاطر نامردی که علی کرد. نامردی گفت آدم که اینجوری نمیجنگه که مگه نمیاد به جنگ مرد آمرد. من نمیدونم تا الان تو جنگ مرد آمرد کسی رو با نیرنگ بکشه. باید با قانون بود که باید با همون کار رزم میکشتی. و ایشون هم بگه همون جمله گفت حالا تازه شیعه هم بس که دیگه تو چیزش موندن تو بی آبروش موندن مجبور ازش فضیلت زوری درست کنن. چی بود میگفت الحربو خود اون. یعنی که نه هر گونه جنگ همش نیرنگه. نه اینطور نیست. جنگ مرد آمرد قانون خودشو داشت. گفت از الحرب خود و بعدم سرشو برید. آره خود اون گمان کنم توی نومیناتیو بود، نومیناتیو غیر معین، خود اون الحرب خود اون. و حالا به هر حال یعنی ایشون هم که دیگه حالا دیگه ما بالاترین مرتبه کشوندیم مثلا این زمان شاه اسماعیل که بهره برداری که از نام خود اونم خداوندگار نامردی بوده. بابا اینا یه مش بیابونی آدم کش بودن. آدم به چه زبونی دیگه آدم اینو بگه؟ چند دقیقه مونده شاهین جان؟ زمان تقریبا تمام شده شرم جان. افسوس، من میخواستم یه صفحاتی از زرین کوب بخونم. آها. که ما یه سنجشی داشته باشیم که حالا اینجوری ابسترکت که ما نگاه میکنیم مثلا تا حالا چه کارهایی شده، اون قدما چه کارهایی کرده بودن. ولی میذاریش برای نشست بعد. برای نشست آینده میذاریم اگر بلد. از شیر اسکرین خارج کنیم اینو. ما در جنبش رنسانس ایرانی یک کلیپی دوستان آماده کردن درباره پیوندهای عاطفی و فرهنگی است در گستره ایران زمین، ایران شهر تاریخی و افسون بر اون بخشایی از آسیای میانه که پاره‌ای از ایران شهر تاریخی نبود ولی حتما پاره‌ای از ایران زمین فرهنگی بود. در حال این کلیپ پس از برنامه پخش میشه، در حقیقت همزمان هم هست با شرکت ما و گروه دیگر از دوستانمون در جنبش رنسانس ایرانی در کنفرانس فرهنگ نیاکان. این همایش در شهر دوشنبه در تاجیکستان برگزار میشه و به هر حال فرصت غنیمتی است برای دیدن همتبارانمون که از جاهای مختلف به اونجا میان، از قفقاز، از مناطق کردنشین در خاورمیانه، از کشور خودمون ایران و از ایرانیانی که در همه جا پراکندند، از قاره امریکای شمالی بگیرید تا عمان، تا اسرائیل، تا استرالیا و کشورهای اروپایی. به هر حال یک گرد همایی فرهنگی است که امیدوارم اینها گام‌های موثری باشه در جهت بازشناخت از شناسه ایرانی و تقویت پیوندهای فرهنگی در آریابوم. ما نیاز داریم که یک موجودیتی، یک در حقیقت مجموعه یه انباشتی از مردمانی که در این گستره بزرگ با هم زندگی میکنند و نهایتاً امیدواریم بتونیم سرانجام اینا رو بیاریم به زیر یک چتر اقتصادی، فرهنگی، اندیشه‌ای و دست کم بتونیم تشکیل یک فدراسیونی بدیم با حضور همه کشورهایی که روزگاری خودشون رو با هویت آریایی میشناختن و هنوز هم این پیوندها آشکاره. از همیانانی که بیننده برنامه هستن خواهش میکنم که برنامه ها رو به اشتراک بگذارن، لینکشو برای دیگر دوستانشون بفرستن تا بتوانن ببینن پیام ما و کوشش های ما برای افکندن پرتوی از حقیقت بر مهمترین رخداد همه تاریخ ایران که موضوع این جستار هاست بیش از پیش به گوش همیهنان برسه. اگر همیهنان خواستن کمک مالی بکنن و به اصطلاح پخش برنامه ها و هزینه‌ای که برای ایر تایم ما به تلویزیون پارس میدیم همراهی کنن، مهر کنن و در سایت انگلیسی ما PersianRenaissance.org PersianRenaissance.org برون و دکمه دونیشن هست و میتونن با کردیت کارت یا پیپل پرداخت کنن. از توجهتون بسیار سپاسگزارم. شهرام جان سپاس بسیار و بدرود میگه به همیهنان تا فرصت بعدی. Thank you.